بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس، درود بر شما. من استیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز یک شنبه 24 تیر ماه سال 2583 ایرانی، 1403 خورشیدی برابر با 14 ماه جولای سال 2024 توجه بفرمایید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده بعد از سانحه منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی تا زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 79 مورد رویارویی مستقیم با افرادی که عناصر تروریست خوانده شده اند داشته است. بیانیه این وزارتخانه که روز شنبه 23 تیر منتشر شده است از دستگیری فردی به نام عبدالله کویته خبر داده است که او را یکی از عناصر اصلی طراح و هادی عملیات تروریستی کرمان خوانده و گفته او به داخل ایران انتقال یافته است. در این بیانیه توضیح داده نشده است که او در کدام کشور بازداشت شده است. 13 دی ماه سال گذشته وقوع دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان باعث کشته شدن بیش از 90 نفر شد. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در پیامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت و خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد اطلاعات آمریکا نشان از آن دارد که داعش خراسان مسئولیت انفجارهای کرمان را بر عهده داشته است. و اما دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ضمن مخالفت با مصوبه افزایش ظرفیت رشته پزشکی تاکید کرده است مشکل کمبود پزشک با افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها پر نمی‌شود. غلامرضا حسن‌زاده روز شنبه 22 خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت معتقدیم کمبود پزشک با افزایش ظرفیت پذیرش پر نمی‌شود. ما به جای افزایش ظرفیت پذیرش باید دانشجویانی که در حال حاضر در این رشته مشغول تحصیل هستند را حفظ کنیم. او افزود به طور مثال پزشک جراحی که در چابهار مشغول کار است اگر امکانات زندگی داشته باشد هیچ وقت مهاجرت نمی کند. او در عین حال اذعان کرده این شورا که زیر مجموعه وزارت بهداشت است مجبور به اجرای مصوبه افزایش ظرفیت رشته های پزشکی است. موضوع مهاجرت پزشکان و کادر درمان در سالهای اخیر بارها مطرح شده است. و ما یکی از مدیران شهرداری منطقه یک تهران در یک مصاحبه ویدیویی با علنی کردن خرید و فروش پست‌های شهرداری تهران درباره نحوه استخدام خود گفت از من 400 سکه طلا و 450 هزار دلار مطالبه کردند، در غیر این صورت به آن پست نمی رسیدم. در ادامه وایرال شدن این ویدیو در روز شنبه 23 تیر ماه که با واکنش‌های گسترده همراه بود، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به روزنامه هم‌میهن گفت اصل موضوع وجود تخلفات را تایید می‌کنم. او با تاکید بر سابقه دار بودن خرید و فروش پست در شهرداری تهران و تشبیه آن به ویروس گفت که این اختلال و فساد به دلایل متعدد تبدیل به رویه‌های غلط و نامبارک نانوشته شده است. در این مصاحبه ویدیویی شخصی که نحوه رسیدن به معاونت شهرسازی منطقه یک را پشت سر گذاشته افشا می‌کند که 3 در دفتر آقای ساد مشاور شهردار تهران جلسه برگزار کردیم و بیش از 8 در میز خدمت نماز جمعه با او جلسه گذاشتیم. جلسات مختلفی با شهردار منطقه یک هم داشتیم تا من معاون شهرسازی منطقه یک بشوم. و اما پس از قطع برق برخی واحدهای صنعتی به دلیل کمبود برق در ایران و رکورد بی سابقه مصرف در گرمای تابستان، اکنون رئیس اتاق بازرگانی تهران از قطع برق کارخانه‌های داروسازی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود نجفی عرب روز یکشنبه 23 تیر ماه اعلام کرد که داروسازی نیز مانند دیگر صنایع کشور از ناترازی برق آسیب دیده و روزهای گرم سال را با قطع برق سپری می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این حال به مشکلات تأمین ارز شرکت‌های دارویی اشاره کرد و گفت که این شرکت‌ها حتی برای تأمین ریال هم با چالش مواجهند و نمی توانند منابع مالی مورد نیاز برای تأمین سرمایه در گردش خود را فراهم کنند. او گفت که در چنین شرایطی واحدهای تولیدی در این صنعت 2 از هفته را نیز در خاموشی به سر می برند.
پیشتر شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کرده بود با افزایش بی سابقه مصرف برق روز چهارشنبه 20 تیر ماه برق 65 مشترک اداری پرمصرف شهر تهران به دلیل خودداری از کاهش مصرف برق قطع شد. و اما یک عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران از خودکشی رزیدنت بیمارستانی در یزد خبر داد. آنطور که محمد رضا اسدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، نور فروغی نسب، رزیدنت بخش اطفال بیمارستان صدوقی یزد و مادر یک کودک خردسال بوده که به زندگی خود پایان داده است. اسدی با اشاره به تداوم دومینوی خودکشی پزشکان نوشته است که خانم فروغی نسب سابقه اقدام به خودکشی هم داشته و مسئولان زیربط هم از وضعیت او باخبر بودند، اما باز هم کتمان درمانی کرده و رویکرد آنها توهم حل مسئله از این طریق بوده است. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده بود خانم فروغی نسب رزیدنت سال دوم بخش اطفال شنبه شب 22 تیر ماه اقدام به خودکشی کرده است. و اما مژگان سلمانزاده فعال بهایی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژیک در شهر ماکو در آذربایجان غربی بازداشت شده است. منابع آگاه گفتند خانم سلمانزاده که ساکن تهران است پس از سفر به ماکو و اقامت دو هفته‌ای در این شهر روز پنجشنبه 14 تیر ماه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانواده این محقق بهایی گفت که خانم سلمانزاده به تازگی پدر و مادر خود را از دست داده و برای کنار آمدن با تنهایی شروع به سفر کرده بود. مژگان سلمانزاده هفته گذشته در تماس با نزدیکانش اعلام کرده است که به بند عمومی منتقل شده است. و اما رسانه‌های ایران از مجوز ستاد تنظیم بازار برای افزایش 30% قیمت بلیت قطار خبر دادند و راه آهن جمهوری اسلامی نیز پیش فروش بلیت با قیمت جدید را از امروز آغاز کرد. افزایش قیمت بلیت قطار در حالی است که پیش از این نیز بلیت پروازهای داخلی تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و به همین دلیل تقاضا برای استفاده از قطار نیز بیشتر شد. نرخ جدید کرایه حمل و نقل عمومی در تهران شامل افزایش 45% کرایه‌های تاکسی نیز از روز اول اردیبهشت به اجرا درآمده بود. افزایش نرخ بلیت حمل و نقل عمومی ریلی و جاده‌ای در حالی است که عمده مسافران آن دانشجویان، کارگران، کارمندان اقشار ضعیف و قشر متوسط جامعه هستند که همزمان درگیر رکود و تورم شدید حاکم بر کشور نیز هستند. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی میتوانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره‌مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون‌سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مد اسپاس تجربه کنید.
شماره تماس 562-459-7043. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. ادامه خبرها. یکی از مقامات ارشد گروه شبه نظامی حماس گفت که این گروه پس از حملات مرگبار اسرائیل در خان یونس در جنوب غزه از مذاکرات آتش‌بس خارج نشده است. عزت الرشیق، یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس، در بیانیه‌ای که روز یکشنبه 24 تیر ماه منتشر شد، ضمن اعلام این خبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که در صدد است تلاش‌های میانجیان عرب و ایالات متحده برای دستیابی به توافق آتش‌بس را از مسیر خود خارج کند. رشیق گفت که تشدید حملات نتانیاهو و دولت او با هدف خونسا کردن تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری است. به گزارش رویترز، اسرائیل اعلام کرده که در حمله گسترده روز شنبه در منطقه المواسی در جنوب نوار غزه، محمد زیف، فرمانده نظامی در سایه حماس را هدف گرفته و زیف احتمالاً در آن حمله کشته شده است. حماس بلافاصله ادعای هدف قرار گرفتن محمد زیف را رد کرد. مقامات بهداشت محلی غزه گفتند دست کم 71 نفر از ساکنان محل در بمباران روز شنبه کشته شدند. یک عضو ارشد گروه افراطی حماس تایید کرد که محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، از نظر سلامت در وضعیت خوبی به سر می‌برد. این در حالی است که اسرائیل در حمله‌ای به اردوگاه المواسی در خان یونس تلاش کرده او را هدف قرار دهد. نتانیاهو بیان کرد که با بررسی دقیق خاطرات و اطمینان از عدم حضور گروگان‌های اسرائیلی در محل، دستور حمله را صادر کرده است. با این حال نتانیاهو تایید نکرد که زیف و معاونش رافع سلامه کشته شده باشند. خلیل الحلیه از اعضای حماس نیز گفت زیف از نشست خبری نتانیاهو مطلع بوده و به اظهارات او خندیده است. شبکه الحدث گزارش داد که زیف به شدت زخمی شده است. و ما در ادامه این برنامه خبری به واکنش ها در مورد ترور نافرجام دونالد ترامپ میپردازیم. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از سوء قصد به رئیس جمهوری ترامپ شوکه و وحشت زده شدم. بهترین آرزوها را برای آقای ترامپ و خانواده‌اش دارم و برای بهبودی سریع او دعا می‌کنم. همچنین به قربانیان و مردم آمریکا تسلیت می‌گویم. خشونت سیاسی در دموکراسی‌ها جایی ندارد. در ادامه واکنش‌ها، سران کشورهای جهان با ارسال پیام‌هایی با محکوم کردن خشونت سیاسی به سوء قصد نافرجام دونالد ترامپ در گردهمایی انتخاباتی روز شنبه واکنش نشان داده و برای او آرزوی بهبودی کردند. در نخستین واکنش‌ها، کیر ستارمر، نخست وزیر جدید بریتانیا، با ارسال پیامی در شبکه ایکس، صحنه‌های سوء قصد علیه دونالد ترامپ را تکان دهنده توصیف کرد. او خشونت سیاسی را به هر شکلی محکوم کرده و برای رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آرزوی بهبودی کرد. همچنین بوریس جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا، در واکنش به سوء قصد علیه دونالد ترامپ در شبکه ایکس نوشت این یک معجزه است که دونالد ترامپ از یک سوء قصد جان سالم به در برد. و اما اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز همانند دیگر سیاستمداران جهان تیراندازی در گردهمایی انتخاباتی رئیس جمهور سابق ایالات متحده را شوکه کننده عنوان کرد. او برای دونالد ترامپ آرزوی بهبودی کرد و به خانواده‌های قربانی در این حادثه تسلیت گفت. او نیز خشونت سیاسی در دموکراسی را محکوم کرد.
رهبران کشورهای آمریکای لاتین همانند رهبران دیگر کشورهای جهان تلاش نافرجام برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را محکوم کردند. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل گفت همه مدافعان دموکراسی و گفتگو در سیاست باید حمله به ترامپ را به شدت محکوم کنند. او سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ را ناپذیرفتنی خواند. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک حمله به دونالد ترامپ را محکوم کرد. به گفته او خشونت غیر عقلایی و غیر انسانی است. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین با دونالد ترامپ ابراز همبستگی کرد. او بدون توجه به هویت ضارب و نامشخص بودن انگیزه ضارب چپ بین المللی را متهم کرد که برای تحمیل دستور کار واپسگرایانه و خودکامه خود به تروریسم متوصل می شود. گابریل بوریک رئیس جمهوری شیلی نیز سوء قصد نافرجام به ترامپ را محکوم کرد و گفت خشونت تهدیدی برای دموکراسی هاست و زندگی مشترک انسانها را تضعیف می کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز گفت ما مخالف هم بوده ایم اما برای رئیس جمهوری ترامپ آرزوی سلامتی و طول عمر می کنم. لوئیس آرسه رئیس جمهوری بولیوی نیز در اظهار نظری مشابه گفت به رغم اختلافات عمیق ایدئولوژیک و سیاسی مان خشونت صرف نظر از سرمنشأ آن باید همیشه از سوی همه رد شود. و اما از برخی از رهبران کشورهای عربی نیز واکنش‌هایی مخابره شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت که تحولات مربوط به حمله خائنانه به دونالد ترامپ را از نزدیک دنبال می‌کند و مصر این حادثه را محکوم می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این اقدام تروریستی را محکوم و خشونت تروریسم و افراط‌گرایی صرف نظر از منبع آن را رد کرد. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین سوء قصد به دونالد ترامپ و هر گونه خشونت سیاسی ناقض ارزش‌های دموکراتیک را به شدت محکوم کرد و برای ترامپ آرزوی بهبودی سریع کرد. و نچیروان بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق نسبت به سوء قصد نافرجام به ترامپ ابراز انزجار کرد و گفت خشونت نباید هیچ جایی در سیاست داشته باشد. سوء قصد علیه دونالد ترامپ واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است. همچنان از شما دعوت می‌کنم با خبرهای امروز همراه باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم،
کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. ادامه خبرها. برنی ساندرز، سناتور چپگرا و مستقل آمریکایی، با انتشار یادداشتی خواستار حمایت حزب دموکرات از ادامه نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده شده است. ساندرز که 4 سال پیش رقیب جو بایدن در انتخابات داخلی حزب دموکرات بود، در میانه فشارهای فزاینده بخشی از اعضای این حزب به جو بایدن برای کنارگیری از رئیس جمهور ایالات متحده دفاع کرده است. او در این یادداشت که روز شنبه 23 تیر در ستون دیدگاه‌ها در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، نوشت: کافی است. آقای بایدن شاید کاندیدای ایدئال نباشد، اما او کاندیدا خواهد بود و باید باشد. او همچنین از دموکرات‌ها خواست نق زدن و ایراد گرفتن از نامزد خود در رقابت با دونالد ترامپ را متوقف کنند. به دنبال عملکرد ضعیف بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ در 2 هفته اخیر، برخی اعضای سرشناس حزب دموکرات و حامیان مالی کمپین انتخاباتی جو بایدن 81 ساله خواستار کنارگیری او و حضور نامزدی دیگر شدند. و ما در ادامه خبرها، دادستان‌های سوئیس اعلام کردند که در حال تحقیق از یک دیپلمات روس هستند که ظن آن می‌رود مأمور اطلاعاتی روسیه باشد. دفتر دادستانی کل سوئیس روز شنبه اعلام کرد که درخواست وزارت دادگستری و پلیس فدرال سوئیس برای تحقیق درباره این دیپلمات پذیرفته شده است. دفتر دادستانی کل سوئیس افزود که حکم بازداشت ملی برای این دیپلمات صادر شده است. همچنین بنابر اعلام این دفتر، دادستان‌ها در حال تحقیق از 2 نفر دیگر هستند که مظنون به تلاش برای به دست آوردن سلاح و سایر مواد بالقوه خطرناکند. و ما به 2 خبر دیگر از میهنمان می‌پردازیم. اعتراضات معیشتی در ایران روز یکشنبه با تجمع بازنشستگان صنایع فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در چند شهر ادامه یافت. بنابر گزارش‌های رسیده در رسانه‌های اجتماعی، در روز یکشنبه 24 تیر اعتراضات بازنشستگان دست کم در شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه و شوش برگزار شد. معترضان بازنشسته در تهران علاوه بر اعتراض نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود از سوی مسئولان، به نقض حقوق زنان و فشارها بر آنان برای تحمیل حجاب اجباری توسط جمهوری اسلامی نیز اعتراض کردند و شعار دادند: روسری رو رها کنید، فکری به حال ما کنید. این بازنشستگان معترض همچنین شعار دادند: زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند، و ظلم و ستم به زنها، مضاعفه در اینجا. و اما خبر پایانی ما یک خبر ورزشی است. تکواندوکاران افغان که به رقابت‌های المپیک راه یافتند، به دلیل عدم تایید مدارک در ایران از حضور در این مسابقات محروم شدند. علیرضا عباسی در ایران زندگی می‌کند و با پرچم تیم پناهجویان فدراسیون جهانی در مسابقات گزینشی آسیا موفق به کسب سهمیه المپیک شده است.
اما کمیته بین المللی المپیک تکواندوکاری از هنگ کنگ را جایگزین او کرده است. فریبرز عسکری، سرمربی سابق ایران و مربی عباسی، میگوید استعلام ثانویه برای تایید مدارک عباسی را به اداره امور اتباع و مهاجرین ایران ارسال می‌کند که ظاهراً در آن مقطع به آن نامه جواب داده نشده است. عباسی در وزن 68 کیلوگرم از هیئت گزینشی المپیک به میزبانی چین سهمیه المپیک را دریافت کرد. از توجه و همراهی شما با برنامه خبری امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.